دکتر سازگاره عزیزم سلام، ویلکام بک به قول معروف به برنامه خودتون. خواهش میکنم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده و همه بینندگان عزیزتون و ممنون از اینکه من رو به خانه پدریتون دعوت میکنم. ممنونم. جالب بود آقای دکتر سازگاره، آقای مطهری، علی مطهری گفته بود که شورای نگهبان بعد ازش عوض شه. میخواستم با آقای مطهری بگم برادر، شورای نگهبان نباید عوض شه، اون اربابی که اعضای شورای نگهبان رو تعیین میکنه ایشون باید تشریف ببرن، ولی حالا شورای نگهبان یه مرتجع بره یه مرتجع دیگه جاش بده، اینا همشون که معلومه چی هستن. خب آقای دکتر، آخرین خبرها در باب آقای رفسنجانی و واکنش ها اینا چه بوده است؟ والا آقای دکتر نوریزاده، به قول معروف گفتن یه بار گفتی باور کردم، دو بار گفتی شک کردم، بار سوم که گفتی یقین کردم که داری دروغ میگی. این آقای خامنه ای الان برای بار چهارمه که قسم حضرت عباس خورده که من در انتخابات دخالت نمی کنم، هرکیو مردم رأی بدن از صندوق همون بیرون میاد. منهای ایشون یادش رفته که چند صد دم خروس در واقع بیرونه و این قسم حضرت عباس ایشون رو کسی باور نمیکنه. به شدت در میان مردم شایعه که خب آقای جلیلی رو میخوان از صندوق در بیارن و این دوی به اضافه یک رو هم که دیروز تصمیم گرفتن که بمانند، هیچ کدوم هم به نفع اون یکی کنار نره، میخوان بیشتر برای گرم کردن به اصطلاح تنور انتخابات نگه دارن و در انتها کاندیدای آقای خامنه ای رو از صندوق بیارن بیرون. فضای انتخاباتی حداقل در شهرهای بزرگ بسیار سرده و اون شور و شوقی رو که اومدن آقای هاشمی ایجاد کرده بود داشت، جامعه حداقل در محیطهای شهری موج برمیداشت، فروکش کرد، دلار 3620 تومن شد، نزدیک 60-70 تومن دیگه باز گرون شد و اوضاع به هر حال بیشتر میشه گفت این کار آقای خامنه ای ایجاد ناامیدی بیشتر کرد در رد آقای رفسنجانی. در تلویزیون هم که میبینید و میدونید که مناظره رو حذف کردن، کاندیداها باید قبلا برنامهشون رو ضبط کنن بدن، اما در پاره موارد مثل آقای محسن رضایی قشنگ سانسور میکنن. امروز آقای سراج قاضی دادگاه انقلاب قشنگ اینو فرمولم کرده و گفته که اصلا برابر قانون صدا و سیما موظف سانسور بکنه. برنامه آقای عارف رو مثل که یادشون رفته بود یک جایشو سانسور کنن، یا به قول ظریفی میگفت مثل که وسط برنامه آقای خامنه ای زنگ زده گفته اینا چیه میگن، قشنگ نیم ساعتش رو از نیم ساعت یه رو بهشو پخش نکردن، بریدن گفتن نقص فنی پیدا شده و حالا انشالله بعدا پخش میکنه. لذا میخوام بگم خود حضرات هم خیلی اصراری ندارن که فضای داغ و گرمی درست کنن، هرچی سردتر بهتر و راحتتر بتونن عددی که میخوان بسازن اعلام کنن. احتمالا 76.5% مثل که داره توافق میشه اعلام کنن نتیجه نهایی انتخابات و از توی صندوق هم به قول شما آقای جلیلی رو بیرون بیارن که انصافا من شخصا آقای خامنه ای فکر نمی کردم رئیس جمهوری، رئیس دولتی پرتر و حرفای عجیب غریب بزن از آقای احمدی نژاد اصلا در عالم پیدا بشه. این آقای جلیلی رو که من چند روزه دیدم حرف میزنه واقعا صد رحمت به احمدی نژاد. آقای دکتر سازگار، دو نکته رو من اینجا بگم که جالبه. یکی این که به من خبر دادن و منبعش هم موثق که این نواری که از آقای قالیباف منتشر شد در جمع بسیجی ها و تعدادی از فرماندهان اونا صحبت کرده بود که بله من خودم شما داشتم رفتم، این رو حسین طائب منتشر کرده و بعد گفتن که آقای خامنه ای انقدر در مورد قالیباف بی معرفتی کرده، یه بار در 8 سال پیش، یه بارم این بار، که ظاهرا خود قالیباف متوجه شده که اووردنش به صحنه برای تنور گرم کردن.
و او میگفت که قالیباف چون متوجه این واقعیت شده الان قضیه رو خیلی جدی گرفته، یعنی به شدت دنبال تبلیغات و کمپین و قاطی مردم رفتنه و میگوید که من میرم میخوام شگفتی دوم خرداد رو تکرار کنم. حالا اینا حرفایی است که عرض میکنم منبعی به من گفت از بچه های داخل که دستی هم در کار داشت و خبردار. نکته بعدی در مورد ماندن ولایتی و حداد عادل، باز ایشون میگفت خامنه ای میدونه که سعید جلیلی واقعا جذابیتی برای مردم نداره. اون حرفای احمقانش در مورد چوب بستنی جوکی شده که الان در ایران مرتب به هم میرسن و میگن آقا بستنی میخوای یا چوب بستنی، و این بحث در بین جوونا به خصوص خیلی به ساخته شدن جوکای متعدد منجر شد. اشاره بر این است که این دو ماندند، حالا قالیباف باز یه خود حسابش رو جدا کرد، یعنی ولایتی و حداد عادل موندن، چون حداد عادل هم که قوه دافع است. میگن ولایتی موندن که مردم اگر لا حبن لعلی بل بغزن لمعاویه، به خاطر اینکه سعید جلیل نشه رفتن به ولایتی رأی دادن و ولایتی آرای بالایی به دست آورد، در اون صورت سید علی آقا بتونه نامزد دومشو به کاخ ریاست جمهوری بفرسته. یعنی این نگرانی براشون وجود داره علارغم همه تبلیغات، پولی که دارن میریزن به پای آقای سعید جلیلی، ایشون نتونه 1,000,000 رأی هم بیاره. در نتیجه خب اگه ولایتی 7-8-10 میلیون آورد، اونو بیارن معیار بکنن که ایشون 67% آرا رو آورد و انتخاب شد. شما این فرضیه رو چجوری میبینی یا این نظریه رو؟ والا آقای نوریزاده، یک کمی با این خبری که به شما دادم باید محتاط برخورد کرد، برای اینکه آقای قالیباف و هر کس دیگه‌ای که الان تو صحنه است میداند که اگر بتواند تبدیل بشه به کاندیدای ضد بیت در اذهان مردم ها، نه در حرفاشون که خب همشون ناچارن تعریف از آقای خامنه ای بکنن، ولی میدونن هر کی بشه تبدیل بشه به کاندیدای ضد بیت، ممکن است، ممکنه بتواند آراء اون طبقه متوسط ما رو که یک جمعیت 20-30 میلیونی رای دهنده است از 50 میلیون خورده ای که وزارت کشور اعلام کرده دارندگان حق رای هستن، اخیراً ها به خودم کمتر میگن برای اینکه درصدش رو بعداً بتونن بالاتر ببرن، ولی همه میدونن که اون طبقه متوسط بزرگ ما وقتی پا در میدون میگذاره میشه 2 خرداد، میشه جنبش سبز، و اون طبقه به کسی هم رأی میده که باور کنه ضد خامنه ایه. به همین دلیل ممکن است که یک کمی هم بازی های تبلیغاتی حضرات هم باشن مثل قالیبافینا، چون تا اونجا که من شنیدم اون نوار بیشتر از کانال خود بسیجی ها و از مسیر آقای احمدی نژادینا اومد بیرون، ولی ممکنم از این خبر باشه. بر صورت آقای قالیباف هم مثل هر سیاستمدار دیگه الان در ایران میدونه که اگر تو اذهان مردم بتونه بگه من اونیم که مورد غضب حسین طائب و دستگاه امنیتی خامنه ای هستم، ممکن است که اون وزنه رو در بیاره، به نفع خودش بیاره پشت سر خودش، ممکنه، اگرچه فضا سردتر از اونه و مردم ناامیدتر از این حرفا هستن. اما من یه نکته رو عرض کنم، ببینید اینا در بار گذشته یاد گرفتن که قشنگ شب آخر تو اون اتاق تجمیع آرا در وزارت کشور میشینن عدد میسازن، برای کاندیداها سهمیه میذارن و به تدریج هم از شب تا صبح میخونن، صبح هم میگن فلان کس با این عدد برنده شد. این دقیقاً اون کاری بود که مرتبه گذشته کردن. صندوقای خوزستان هنوز تو اهواز بود، صبح شنبه قرار بیاد تهران شمارش بشه، آمارش رو 4 صبح خوندن توی تلویزیون کل استان خوزستان رو، به عنوان مثال میگم، همه بله جا بله همین جور شد. بنابراین به نظر من اصلاً اینی که حالا بخواد آقای خامنه ای اهمیت قائل باشه برای رأی مردم و غیره نیست، عدد میسازن، هر کی رو بخوان از صندوق در میارن و اون کسی رو هم که بیارن بیرون
بیشتر هدفشون این است که این مرتبه خودی باشن همه، کسی اعتراض نکنه. آقای رفسنجانی اشکالش این بود که اگر هم مردم می اومدن رأی میدادن و دو روز آخر مثلا مردم رو ایشون دعوت میکرد به اینکه مثل اوکراین یا سربستان بیان، مردم هر کی روز رأی گیری رأی داد بشینه توی خیابونا دور وزارت کشور در استانها دور استانداری ها، مردم ممکن بود بکنن و اون وقت عدد سازی میتونست به قیمت یک جنبش سبز دیگه برای رژیم تموم شه. او رو هم رد کردن که همچین زوری پیدا نشه. بنابراین من شخصا خودم فکر میکنم کاندیداها رو جوری چیدن که خیالشون راحت باشه تا آخرین لحظه های خامنه ای هر کی رو عقیدش هم عوض شد خواست از تو صندوق در بیاره بقیه صداشون در نمیاد. خب اینجا من میخوام ببخشید اینجا میخوام برسم به این نکته که این به هر حال مسئله مهمی است. یکی یه مسئله عمده اینه که اگر مردم ما هوشمندانه نرن رای بدن، آقای تاجزاده از زندان برمیگرده میگه مثل اینکه دیگه راه ما این مونده که بریم بیرون، یعنی تو بازی نباشیم. خب حالا بگیرید فرض بر این بگیریم اکثریت مردم ایران با هوشمندی انتخابات رو تحریم کنه و نرن رأی بدن، آقای خامنه ای هم حالا هر چی حساب کتاب کرده بالاخره 7-8 میلیون اینا 4-5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون رأی میتونن جور کنن. بعدم انتخابات شوراها هستش تو شهرهای کوچیک و روستاها، به دلیل رقابت‌های خانوادگی و فامیلی 30-40% مردم به هر حال میرن پای صندوق برای شوراها. خب ما اینجا باید به نظر من یه وظیفه‌ای هم که هر دوی ما به هر حال به عنوان دو انسانی که هم تحلیل می‌کنیم و هم در این حال خودمون صاحب اندیشه و نظر هستیم و معتقد به رفتن رژیم جمهوری ولایت فقیه و برپایی یک نظام سکولار و مردم سالار هستیم، چگونه باید این ماجرا رو تبدیل به یک فرصت کرد بدون اینکه بخوایم برای مردم نسخه ببیشیم بیاین تو خیابون داد بزنین؟ نه، من معتقدم که تحریم باید تحریم هوشمندانه باشه، یعنی این تحریم باید باستاب داشته باشه، این تحریم رو باید خارجی ها ببینن، فردا با 4 تا عکس انتخابات ولایتی و ایالتی و انجمن شهر و غیره اینا پوز ندن که ما میلیون ها نفر اومدن رأی دادن. اینجا وظیفه میدیا، وظیفه فعالان سیاسی خیلی وظیفه سنگین نیست که حالا من در ادامه صحبتمون میرسم به آنچه که در استکهلم گذشت که من یکی دو روزه شما تشویق داشتین تنهایی بار انتقال تصویرها و آنچه در اونجا گذشت رو بر عهده داشتم. بنابراین دلم میخواد نظر دکتر سازگاره رو بدونم، اگر مردم نرفتن این نرفتن چگونه ابراز بشه، چگونه مردم واکنش خود رو نسبت به تجاوزات ولی فقیه به حقوق شهروندی بازگو کنن؟ ببینید بسیار نکته درستی رو دست گذاشتید آقای دکتر نوری‌زاده. انتخابات مجلس هم مجلس گذشته یک اتحاد گسترده از بچه های داخل زندان، بیرون زندان تا داخل کشور، خارج کشور پیدا شد برای تحریم انتخابات. و انصافا اگر آقای خاتمی اون اشتباه رو نکرده بود و در گیلاوند دماوند با رأی دادنش یک انحراف خبری درست کرد، از خدا خواسته دستگاه های رژیم و انداخت پشت اون دعوای فرعی، کاملا برد خبری هم با مخالفین بود و خبرنگارای خارجی هم که بردن ایران به حال رژیم فایده نکرد، برای اینکه شو درست کرده بودن 5-6 تا حوزه رو قبلا تدارک کرده بودن، خبرنگارا رو با اتوبوس تحت الحفظ میخواستن ببرن مثلا یه حوزه، قبلا از قراری که مطرح شده بود بیشتر از 50 تا اتوبوس آدم درست کرده بودن، قبلا میرفتن اونجا صف میبستن بعد خبرنگارای خارجی میرفت. این چیزی نبود که از چشم مثلا خبرنگار CNN پنهان بمونه. من خودم پای CNN اینجا شنیدم که گفت آقا این عجیبترین انتخابات ما رو آوردن، اصلا نمیذارن از این اتوبوس پیاده شیم هر جا دلمون میخواد بریم و چند تا حوزه شناخته شده ما رو بردن. همشون هم بالاتفاق اینو گفتن که ما این روش ها رو تو کشورهای دیکتاتوری از قبیل کشورهای کمونیستی یا دیکتاتورهای نظامی میشناسیم و این چیزا کارهای آشکاری است، آشنایی است. احتمالاً این بار هم به لحاظ عکس العمل بین المللی
سعی میکنن 100 تا 150 تا خبرنگاری رو که به دلیل ویزا گرو میگیرنشون خیلی کنترلشون میکنن ببرن ایران، همون کلک اتوبوسی رو بزنن، بعدم میگن که خب خیلی شلوغ بود، حماسه سیاسی خلق شد و، ولی چیزی نیست که دنیا باور کنه. یکی از اولین کارهایی که آقای نوریزاده، به خصوص شما که از ارباب جراید و رسانه ها هستید، می توانید انجام بدید، سازماندهی به اصطلاح ای جورنالیزم، سیتیزن جورنالیزمیه که بچه ها بدون اینکه به خطر بیفتن با دوربین یه دونه تلفن دستی ساده صحنه های واقعی حوزه های رای گیری رو که هیچ کس توش نخواهد بود رو ضبط کنن، اگرچه مطمئنن رژیم تو دو سه روز آخر سرعت اینترنت رو میاره پایین، سعی میکنه سایت ها رو ببنده، اما بچه ها خیلی خوب همشون بلدن چجوری دور بزنن اینها رو، و یا به پرووایدرهای دسترسی دارن که به اصطلاح خارج از شبکه کنترل شده میتونن بفرستن. بنابراین پخش اخبار بچه های سیتیزن جورنالیزم، شهروند، خبرنگارایی که بی صدا ثبت کنند و به دنیا بیاد، یکی از راه‌های خوبی است که دنیا رو در جریان اخبار واقعی می‌ذاره. ولی فراتر از اون من عرض بکنم، تا همین جای کار هم حداقل کشورهایی رو که من برخورد کردم، مثل همین امریکا یا کانادا یا سوئد که در خدمتون بودیم، یا چند تا کشور دیگه اروپایی، تا همینجا خیلی خیلی خوب فهمیدن و میدانن که به خصوص با ماجرای رد آقای رفسنجانی، کنترل آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان و قلابی بودن انتخابات رو فهمیدن و آماده هم شدن که بعد از انتخابات مواضع تندتری رو در جهت پشتیبانی از حق مردم ایران برای انتخابات آزاد و محکوم کردن رژیم در به اصطلاح پایمال کردن حق شهروندی مردم بگیرند، که برنامه هایی هم در دستور هست که هم سازمان های مدنی و غیر دولتی، هم سازمان های دولتی و هم شهروندان کشورهای دموکراتیک و آزاد دنیا بتونن که از حق مردم ایران دفاع بکنن. من راجع به اکسیون های دیگه‌ای که متصور است در این انتخابات بر اساس رأی ندادن و بر اساس تحریم، چون همونجور که قبلا هم صحبت کردیم، گاهی مردم با حرکت رأی دادنشون میتونن حرف بزنن، گاهی با رأی ندادنشون، در دستور کار فعالینه که دارن انجام میدن. من روزهای آینده نهایی بشه فعالین اکسیون هایی که در دستور میخوام بذارم، اونها رو هم در همین برنامه ها خدمتتون ارائه خواهم.